یک سال قبل از اینکه من برم مثلا سیکل دوم رشته ای شده بود، یعنی طبیعی، ریاضی، ادبی، این سه تا اسمش بود. من تابستان اون سال اومدم تهران و رفتم دانشگاه تهران، از رئیس دبیرخونه پرسیدم که من میخوام فلسفه بخونم، چون دیگه علاقه من بودم که فلسفه بخونم، چه رشته ای باید بخونم؟ گفت الزامیه که ادبی باید بخونی. منم اومدم رفتم رشته ادبی، با توجه به اینکه رفقای من بخشی رفتن ریاضی، بخشی هم رفته بودن طبیعی و من یک نفر رفته بودم رشته ادبی که یه رشته در واقع پرتی بود. حالا من برای خودم مثلا دیگه سوادی داشتم. برمیگردم به اون رفی که کتابهای ما توش بود. وقتی رفتم دبیرستان کلاس هفت کنجکاو شدم اون کتابا چیه. اول از مادرم پرسیدم که همه که بی سوادیم، دایی های من مثلا شیش کلاس ابتدایی خوندن، تو فامیل کسی نه دیپلم گرفته نه دانشگاه رفته، تو فامیل مازندرانی بود، حتی فامیل تهرانی مون، اینا مال کیه تو این خونه؟ هیچ کس هم سراغش نمیگره. گفت اینا مال دایی من بود که آخون بود، نجف درس خونده بود، اومد یک سال مون یه بیماری گرفت، خونریزی، خون بالا آورد و مرد. اینا کتابای اون اینجا مونده. کتابام تمام چاپ سنگی بود تقریبا. کتابای کاتکولوف. حالا من دیگه به خودم اجازه داده بودم با کمک سید حسین بیاریم پایین دو نفری کتابا رو ببینیم. بخشی از اون کتابها مال شخصی بود به نام مولا اسماعیل سبزواری که آدم معروفی است به خصوص برای آخوندها. کتابای مثل ید و منبر، کتاب ملاکه، کتاب الانسان، اینا کتاب هایی است که اون نوشته، همه چاپ سنگی، قطع رحلی بزرگ بود. اینها فارسی بود، مجالسش بود، یعنی منبرهایی که رفته بود یکی برداشته بود نوشته بود، که بعدا من متوجه شدم این آدم جلوتر از ده خدا فارسی روزمره نویسی رو شروع کرد. ده خدا تو چرمپرند، او جلوتر بود. به خاطر این همین کتاب هاش که بعدن این کتاب ها رو دادم به احمد شاملو برای کار روی کتاب کوچه و هم کلی از اینا رو خوند. از کتاب های دیگه ای که بود، یه خطی بود، کتاب حلیت المتقین ملا باقر مجلسی بود، کتاب مشهوری برای آخونده، هم خطی هم چاپی، چاپیش مال دوره فتحعلی شاه بود. اونم چون توش خیلی چیزا نکات راجع به فارسی توش بود که بیاموزادم، دادم به شاملو. خطیرم که قدیمی بود امضا هم داشت، دادم به داییم که هنوز تو خانواده او هست. از جمله کتابایی که من خیلی مشتاقش بودم خوندم، کتابی بود از فرصت الدوله شیرازی به نام آثار العجم، چاپ شده بود قطع از قطع وزیری امروز بزرگتر، خشتی بزرگتر. این اولین کتاب راجع به ایران باستان، چون میدونید تا غربی ها کار نکرده بودن، جاهای مثل تخت جمشید مانند اینا همه زیر گل بود، یه چیزی اون نوکش معلوم بود. اونا که کار کردن، این حاصل اون کتاب بود که آثار العجم، منظورش همین آثار باستانی بود، که من شروع کردم خوندن این کتاب. کنجکاوی من مقداری این بود که معلم ما وقتی کلاس هفتم بودیم
بعد از 28 بود وادارش کرده بودن ایران باستان مشیر دوله رو بیاره سر کلاس بخونه. معلم انگلیسی بود، یک کم انگلیسی درس میداد، بعد این کتاب رو باز میکرد میخون و عکساش رو نشون ما میداد. الان هم اون کتاب هست، مال مشیر دوله، ایران باستان اسمشه. کاملا معلوم بود از نظر سیاسی به تکلیف اداری بود که این کتاب ببر میان پرستی یاد بگیریم. مقداری خوب گوش کرده بودیم اونا رو. اسکندر اومد اینجوری شد سوزون سخت فلان، که به نظر من یکی از همه مسخره تر بود، چون گفت تائیس دختری بود که این دوستش داشت، گرفت رو کولش مشعل گرفت، سقف نگاه کنی خیلی خیلی بالاتر از اینه که این مشعل برسه و اون سقف اون کاخو بسوزونه، چراش معلوم نیست، ولی کاملا از نظر من همون موقع هم پرت بود که این واسه چی بودم چی کاری بکنه. یک، چون این قصد الان دیگه مال خودش بود، مال خودش دیگه گرفته. به هر حال این اون مسئله بود، اونجا بود. یه بحورالالهان بود، یعنی راجع به دستگاه ها و موسیقی ایرانی بود. این انجیل، این انجیل الان چاپ افسد شده تو ایران هست. این انجیل که اون موقع 80 سالی ازش میگذشت چاپ انگلیس بود، برای من اولین سوال این بود که این دایی مادر من این کتاب ها رو برای چی میخونده؟ مثلا خب آخون بوده، یک بخشی از کتاب ها توی این هست که به آخون نمیخوره، نمیده کتاب های درسی. بازم بود تذکرش شعرای شیراز بود، 4000 شاعر نوشته بود توش که خب من ستا رو بلد بودم، حافظ، سعدی و فغانی شیرازی. همینطور یه چند تا کتاب های دیگه بود که اونا هم برای من عجیب بود که این آدم معمم چطور میخونه. بعدها معمم دیگه ای دیدم با همین سن سال و زمان که کتاب های من، حتی فرانسه هم تو کتابش دیدم، کتاب فرانسه میخونده. کاملا معلوم بود که محدودیتی در خواندن نداشتن. دست کم این یک نمونه که من تو خونه تو خانواده خودم دیدم و اینا رو خونده، که این کتاب ها رو منم نشستم خوندم تو سیکل اول دبیرستان، دیگه اینا رو در واقع خونده بودیم. بعد اون کتاب ها رو بعضی رو به دوستان دادیم و غیرم وقف همان مدرسه که این سید حسین ما توش درس میخوند کردیم و که طلبه ها بخونن. رفتیم دبیرستان سیکل دوم. میتونم بگم هیچی یاد نگرفتم از دبیرستان، هیچی مطلقا. یعنی نه که معلم حتما بد بوده باشه، نه، یعنی بیرو درباسی سطح من از اون کلاس همیشه بالاتر بود در زبان، در فارسی. سال قبلش از همون معلمی که گفتم درس خونده بود پرسیدم من یک دیکشنری میخوام. حییم داشتیم، به حییم معروفه، حییم فامیلیش، بله، سلیمان حییم که همون موقع هم یاد گرفتیم، به پوزم که بوده بچه های دیگه میگفتیم همه نگین حییم، همه میگفتن دیگه، چاره نبود، اینو داشتیم. او به من وبستر رو پیشنهاد داد و یک وبستری گفت اومدم تهران خریدم که ریشه لاتینی لغات رو هم داشت. وبستر بزرگ سه جلدی به اصطلاح دارم الان، اون داشته، ولی این یه جلدی هم اینو داشت، که من این کنجکاوی رو از همون موقع داشتم که لاتینی های اینا رو یاد بگیرم. او گفته بود راهنماییش این بود که مثلا پیشاوند یاد بگیر، پاسوند یاد بگیر، ولی من ریشه ها رو تا هر جا دستم میرسید یاد میگرفتم، به خصوص موقعی که در این کارم متوجه شدم بسیاری از واژگان، بسیاری میگم واژگان مازندرانی که من بلدم، ریشه های لاتینی جرمنی داره اون تو. خب یه خود صداها اینا با هم فرق میکنه. اول فکر میکردم به نظرم میسه، پرسیدم از معلمم، معلمم گفت بله. مثالی که زد یادش بخیر این بود، گفت کف یعنی صرفه کردن، گفت مازندرانی میشه کلش، همون کلمه است. تغییراتی که میکنه، چون عین کف نباد باشه. بعد مثلا خیلی ساده من فهمیدم شما در روستاهای مازندران، مازندران جاهای فراوانی هست که با کلا ختم میشه اسم، رسم کلا مثلا، این رسم
که اینو فارسی خیال کردن کلاه تابلوها رو می نویسن کلاه میگن خود داتیان میگن مثلا رستم کلاه داراب کلاه جایی که من خونمه دار کلاه نه داراب کلاه این کلمه کلاه اینجا کلاه یعنی قلعه یعنی کسل انگلیسی کسل هم یعنی قلعه همین کلمه کلمه کلات و خود قلعه هم همین کلمه است قلعه هم شکلیست از کلا و کلات اینو استادان فن قبول دارن نظر من نیست نظر دوستانه ولی کلا سه معنی داره این کلمه یکیش همینه که اینه هنوزم بعضی از اون قلعه ها هست همین دیگه که خونه منه دار کلا توی جنگل قلعه هست یعنی میریم تماشا میکنیم البته تمام اینجور قلعه ها اقلا 30-40 سوراخ داره توش کندن به خاطر گنج تا دلتون بخواد سوراخ فراونه به هر حال این نکته ای هم بود که من یاد گرفتم